با سلام به شما بینندگان عزیز برنامه نگاه به چپ، امیدوارم حالتون خوب باشه، آماده دیدن این برنامه ما باشید. من کیان آذر هستم، به همراه مصطفی صابر این برنامه رو تهیه و تقدیم به شما عزیزان میکنیم. سلام مصطفی جان، امیدوارم حالت خوب باشه، آماده باشی این برنامه رو با هم پیش ببریم. سلام به تو کیان عزیز و همه بینندگان این برنامه. بعد از مدت ها دوباره ما برگشتیم و نگاه چپ میبندیم. بله، خب توی دو هفته گذشته تقریبا الا یک ماه گذشته مصطفی، ما شاهد یک قبلا گفته بودیم که چندین انقلاب در بطن جامعه ایران در حال در جریان هستش و یکی از اون انقلابات انقلاب جنسی بود که گفتیم داره توی ایران اتفاق میفته و تو دل این پروسه‌ای که بهش اشاره کرده بودیم شاهد یک واقعه عظیم بودیم در یک ماه گذشته و اون هم علیه تجاوز، علیه تعرض جنسی، علیه آزارهای جنسی موجود در جامعه. دیدیم که زنانی پا جلو گذاشتند و دست به افشاگری زدند و اعلام به اصطلاح گفتند که چه اتفاقی براشون افتاده. این مسئله ابتدا به امر از میشه گفتش که دو پشت کنکوری شروع شد، جرقش زده شد توی این دور اخیر که توی این یک ماه گذشته بهش اشاره کردم، که گفتن که مثلا اساتیدی که داشتن برای کنکور آموزششون میدادن بهشون تعرض جنسی کردن. اما قبل از این یک ماه ما در چند ماه، مثلا در یک سال گذشته، مواردی رو داشتیم که علیه سران جمهوری اسلامی، علیه نمایندگان مجلس شاهد بودیم که دست به افشاگری هایی زده بود که اعلام کرده بودن کسانی مثل زهرا نویدپور که گفته بود که مثلا نماینده مجلس به اون تعرض جنسی و تجاوز جنسی کرده. یعنی میخوام بگم که دوره به دوره اگر مثلا چند سال گذشته رو بررسی بکنیم مواردی هست که میشه بهش اشاره کرد. اما این پدیده‌ای که بسیار میگم درخشان و شگفت‌انگیز از علارغم اون موضوعی که داره که باعث تأسفه، اما یک حرکت عظیمی هست که داره اتفاق میفته که توی این یک ماه گذشته بود که زنان زیادی در شبکه‌های اجتماعی اومدن و اعلام کردن که چه اتفاقی افتاده براشون در محیط زندگیشون، در محیط کار، در محیط تحصیل، در سطح جامعه‌ای که دارن زندگی میکنن. و اینم موضوع برنامه این هفته نگاه به چپ است. موضوعی که منم دوست دارم چند کلمه در مورد اهمیت این موضوع اول صحبت کنم. ببین این حرکتی که تو این چند هفته اخیر صورت گرفته که زنها اومدن با جسارت هر کجا که مورد آزار جنسی قرار گرفتن، مورد تجاوز یا هر گونه سوء استفاده جنسی قرار گرفتن اومدن و صحبت کردن، این یه موضوع بی سابقه است، از لحاظ تاریخی بی سابقه است، به اصطلاح سابقه ایران هم بی سابقه است. همچه چیزی به این صورت نداشتیم. موارد اعتراض علیه تجاوز و آزار جنسی اینا قبلا هم بوده، منتها علیه موارد مشخصی، ولی الان ما با یه جنبش روبرویم که یه جور انعکاس جنبش میتو در غرب بود که زنا تو غرب هم خیلی جالب بود این حرکت که زنا هر جا که مورد تعرض و سوء استفاده جنسی قرار گرفتن یا رئیس فلان شرکت واسه این که مقامی بده تقاضای جنسی کرده یا تعرض جنسی کرده به زنا، اومدن اعتراض کردن و تبدیل به یه جنبشی شد. منتها تو ایران این جنبش شبیه اون هست و خیلی وسیع‌تر و فراتر، به خاطر اینکه تو ایران خب همه میدونیم که یه حکومت ضد زن سر کاره، یه حکومت تجاوزگر سر کاره و وضع خیلی عوض کرده. حالا میتونیم روی این جزئیاتش هم بعداً صحبت کنیم. منتها پوینتی که من الان میخوام بگم اینه که از لحاظ تاریخی اگر نگاه بکنید، تمدن بشری شروع شده با حمله به زنا، با بردگی زنا، با بردگی جنسی زنا. یعنی از کی طبقات به وجود اومد و کی دولت به وجود اومد و کی استثمار و بردگی به وجود اومد، از همون وقت مردسالاری و تعرض به زنا نرم جامعه بشری بوده و الان ما داریم روز به روز بیشتر و بیشتر
اعتراض بشریت به این زن ستیزی، به این مردسالاری، به این بردگی جنسی که نهادینه است هنوز توی جامعه متاسفانه، و اینقدر نهادینه است که جمهوری اسلامی کل حکومتش رو بر این بنا کرده و اصلا حکومتش حکومت ضد زنه. این حرکتی که اخیر ما داریم میبینیم علیه تجاوز و آزار جنسی اینا، یه جور ادامه حرکت جامعه و همه نیروهای مترقی تو جامعه است علیه این مردسالاری و زن ستیزی که تو ایران تو حکومت، به نظرم یک اهمیت تاریخی و سیاسی فوق‌العاده داره این اتفاقی که تو ایران افتاد. مصطفی، من لازم هستش که یه خورده اشاره کنم به مواردی که بوده توی چند سال گذشته، برای اینکه به هر حال بینندگان این برنامه، مخاطبین این برنامه، یه بک‌گراند، یه پیش‌زمینه در رابطه با این مسئله براشون روشن بشه و حق مطلب ادا بشه. ما به صورت کتبی و تصویری روایت هایی رو داشتیم از زندانیان سیاسی دهه 60 شمسی توی ایران که مورد تجاوز قرار گرفتن در زندان، و که همین الان ویدیوهاشون مثلا تو شبکه های اجتماعی مجددا بازنشر شده. روایت هایی بوده از دختران باکره ای که قبل از اعدام بهشون تجاوز شده. در سال 88 به معترضین تجاوز شده. مریم صبوری یکی از کسانی هست که در رسانه‌های خارج کشور حضور پیدا کرد بعد از اینکه از ایران خارج شد و اعلام کرد که ماموران وزارت اطلاعات بهش تجاوز کردن. ترانه موسوی از جانباختگان و کشته شدگان اعتراضات 88 بود که بهش تجاوز شده بود و بعد جسدش رو سوزوندن. و از بازداشت شدگان اعتراضات 96 آبان ماه و دیماه 98 باز همین موارد روایت شده، یعنی به اصطلاح به ثبت رسیده. و زهرا نویدپور رو بهش اشاره کردم که یک مورد دیگه ای بود که علیه تجاوز اومد افشاگری کرد و جان خودش رو هم در این رو از دست داد. افرادی مثل ریحانه جباری که به اصطلاح مورد تعرض و تجاوز جنسی قرار میگیرن و مقابله میکنن با این مسئله، یعنی یه ابعاد، یه بک‌گراند اینچنینی در چند سال گذشته جمهوری اسلامی با خودش داره در مقابل جامعه، در مقابل مردم، مثل یک اسلحه داره ازش استفاده میکنه از بد و روی کار اومدنش تا الان. و نکته‌ای که الان داره اتفاق میفته، این حرکت که تقریبا میشه گفت خیلی وسیع هستش که داره توی جامعه ایران اتفاق میفته، یه برایندی از این بک‌گراندی که اشاره کردم وجود داره که الان داره در لایه‌های مختلفی این پدیده رو داره علیهش افشاگری میکنه. این شخصیت‌های بسیار شناخته شده ای رو حتی اسامیشون اومده که اعلام کردن که به هر حال تجربه های داشتن زنانی که مورد تعرض جنسی یا تجاوز قرار گرفتن توسط اونها. یعنی میخوام بگم که توی این دور اخیر در ادامه اون حرکت ما میبینیم به صورت خیلی وسیعی این افشاگری ها صورت گرفته. فقط گفتم برای اینکه حق مطلب ادا بشه که یک بک‌گراند و پیشینه ای از این مسئله رو ما بهش اشاره بکنیم که نقش جمهوری اسلامی چه اندازه پررنگ هستش توی زندان ها، در مقابل بازداشت شدگان، در سطح جامعه، در مقابل مثلا گشتای ارشاد، وقتی که زنان رو مثلا بازداشت میکنن در به کلانتری یا بازداشتگاه ها میبرن، توی اونجا مورد تعرض جنسی و تجاوز قرار میگیرن. این به عنوان یک اسلحه داره ازش استفاده میشه. اینو گفتم که یه مقدار برجسته بکنم برای اینکه توی این مسئله روشن باشه جایگاه جمهوری اسلامی چی هست توی این رابطه. کنم این همه تأکید بر نقش جمهوری اسلامی اینا، در واقع یه جور وارد خود این جنبش داریم، یعنی جنبش همین اعتراض به آزار جنسی، اعتراض به تجاوز، اعتراض به بردگی جنسی که هست تو بطن جامعه هست و به وفور هم هست. این تأکیدات که روی جمهوری اسلامی داری میکنی، من فکر کنم از این جهته که به این جنبش میگید مسئله اصلی کجاست. و خب کاملا هم اینجوریه، منم باهات موافقم. ما
منتها در این حال این تعرض جنسی و این بردگی جنسی، این آزار جنسی خیلی وسیع لامصب، خیلی، حالا ببخشید اینجوری میگم، یعنی اصلا درو پیکر نداره. شما کار بخوای بگیری باید از لحاظ جنسی خیلی زن باشی، معمولا اینجوریه، اصلا نرمه یه جا تو ایران خیلی اینجوریه. شما تو ایران سرکارت با قاضی بیفته حتما این مسئله مطرح میشه. حالا مدرسه و درس و کلاس هم که گفتی اصلا از اینجا شروع شده، این دختره پشت کنکوری آمدن چیز کردن، خیلی خیلی وسیعه و واقعا یک خودش به نوع خودش جنایت علیه بشریته که این همه ستم و این همه فشار جنسی هست رو زنها و تجاوز و سوء استفاده جنسی هست و جنبشی که راه افتاده علیه مجموعه اینه و این خیلی خوبه. داره جنبشی که راه افتاده، نکته اصلیش به نظرم اینه که زنها این جسارت، این اعتماد به نفس، این اطمینان به خودشون رو به دست آوردن که بیان اعتراض بکنن. خیلی خوب، این خاصیت وسیع این جنبش یه عده رو ممکنه به این نتیجه برسونه که بر این جنبش خوبه که به اصطلاح هرچی بیشتر علیه مردا باشه، یعنی جنبه سیاسی نداشته باشه، فقط علیه چیز باشه، مردسالاری باشه، جنبه سیاسی نداشته باشه و جنبش رو غیر سیاسی بکنن، که این لطمه است به این جنبشی که راه افتاده. اگر واقعا میخوایم به تجاوز، تبعیض جنسی، مثلا میخوام تعرض جنسی و اینجور جنایت پایان بدیم، اولین قدم بی تردید اینه که جمهوری اسلامی رو از سر راه برداشت. چرا که چون این، حالا تو گفتی اسلحه، کل ایدئولوژیش رو این سوار کرده، حمله به زنها و ستمگری علیه زنها و تجاوز و تعرض جنسی همی گوششه. خب میگم اون کسی که فکر میکنه یعنی چیز نداره، به جنبه سیاسیش توجه نداره، به این توجه نداره، یعنی خیلی پیگیر نیست که بخواد این قضیه رو از ریشه در بیاره. اگه بخوایم واقعا این موضوع رو تمام بکنیم تو ایران یا شروع کنیم به تمام کردن، اولین قدم اینه که جمهوری اسلامی یا حکومت ضد زن یا هر حکومت ضد زن، هر حکومت مردسالاری باید پایین کشید. حکومت شروع کار واسه تغییر، حکومت شروع کار واسه تغییر جامعه. در نتیجه تو این موردم کاملا این تاکیداتی که تو کردی بجاست و من فقط خواستم بگم چه داری این تاکیدات رو میکنی. مصطفی، ما بارها گفتیم که ریشه، اگر تو مثلا بیایم تو اروپا بگیم که بشه مثلا گفتش که ریشه خشونت، تعرض جنسی و نابرابری تا اندازه‌ای میتونه ریشه فرهنگی داشته باشه، اما توی ایران خشونت یک ریشه حکومتی داره. تولید و بازتولید کننده خشونت، تجاوز، نابرابری خود حکومت هست، عامل تولید و بازتولید این پدیده هستش توی جامعه ایران. در نتیجه این فاکتور یه فاکتور تعیین کننده از اصلیه، به خاطر اینکه شما نگاه میکنید قوانین رو حکومت وضع میکنه، اجرا میکنه، دستگاه قضایی همینجور، آموزش پرورش همینجور، رسانه های جمعی، همه در اختیار حکومت هست. اینا ابزارها و مکانیزم های فرهنگ سازی هستن، مکانیزم های اداره جامعه هست و همه اینا در اختیار حکومتی هست که خودش مبلغ تجاوزه، خودش به اصطلاح عامل وجود این پدیده است توی جامعه، خودش اصلا انجام میده این کار رو. من مثالهایی رو آوردم که حالا سعید سیرجانی هم فکر میکنم که طبق مواردی که عنوان شده ماموران وزارت اطلاعات مثلا باز همین به اصطلاح جنایت رو علیه اونم انجام دادن. یک فرد 70 ساله که بعدش هم کشتنش، ولی قبلش مورد تجاوز قرار دادن. یعنی میخوام بگم که خود این حکومت، میخوام بگم نقشش در ماندگاری و وجود داشتن این پدیده توی جامعه ایران بسیار تعیین کننده هست و این مسئله باید مورد توجه قرار بگیره. اینجا بحث میاد که یعنی اگر اون کسانی که فکر میکنن، یعنی اگر ما میتو مثلا داخل فرضاً که در آمریکا راه افتاد رو بخوایم با میتو ایران در نظر بگیریم،
در رابطه با ایران نوک حمله باید به سمت جمهوری اسلامی باشه، به خاطر اینکه این نقش رو جمهوری اسلامی توی جامعه ایران داره ایفا میکنه و برای همین این مسئله بسیار تعیین کننده هست. یه نکته دیگه ای که اینجا لازم میدونم به یه مقدار در موردش صحبت بکنیم که تو دل این روایت ها خیلی مشهود بود، مسئله اتوریته هستش. مصطفی چه اتوریته به عنوان همین مسئله جمهوری اسلامی به عنوان حکومت که در جامعه ایران داره نقش ایفا میکنه، چه اتوریته در رابطه با افراد که توی موقعیت های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری، ادبی قرار میگیرن و این اتوریتهی که دارن توی اون موقعیت منجر به اصطلاح یک همچین تعرضات و آزارها و تجاوزهایی میشه که خیلی از روایت هایی که انجام گرفته، افشاگری هایی که انجام گرفته برمیگرده به این مسئله اتوریته که به طور مثال حالا اگر بخوایم یکی یکی هم بریم جلو، حالا وقت ما اجازه نمیده، ولی میگم این مسئله اتوریته هم خیلی مهم بود توی این رابطه که خیلی از روایت ها برمیگشت به موقعیتی که یک فرد از نظر اجتماعی داشت و از در اون موقعیت تعرض جنسی نسبت به یک فرد دیگه ای انجام میده. یعنی همه اینا بالاخره برمیگرده به این که کاملا درسته مسئله اتوریته یا سوء استفاده از اتوریته، مسئله در قدرت بودن، بالا دست بودن، اینا یه امتیازی داشتن و اون طرف بیچاره میخواد کار بگیره یا میخواد نمره بگیره یا فلان بگیره و شما اینو تبدیل میکنی به سوء استفاده جنسی، یعنی از اون خدمات جنسی میخواد. همه اینا بالاخرهش برمیگرده به این که جامعه چقدر مردسالاره، چقدر بردگی جنسی و به خصوص علیه زنها، که البته این بردگی جنسی شامل کودکان هم میشه، شامل همجنسگران هم میشه، یعنی اونا هم تحت فشار و ستم جنسی و تجاوز و همین جنایات که گفتیم شامل همه اونا هم میشه، ولی نهایتا برمیگرده به این مثلا سیستم مردسالاری که هنوز هست و سرمایه‌داری عصر ما هم داره هنوز اینو ادامه میده، گرچه اعتراضات و مبارزات زیادی شده از جمله همین جنبشی که الان در ایران جریان داره، جنبش علیه آزار و تجاوز جنسی، ورژن میتو ایرانی و خیلی حرکات دیگه‌ای که انجام گرفته، دائم داره این فرهنگ و تلقی مردسالاری رو عقب میرونه. ولی تو ایران همونطور که تو هم گفتی موضوع فقط فرهنگ نیست، موضوع فقط مردسالاری نیست، حکومت، قوانین، دادگاه، زندان، شلاق، اینا همه داره در خدمت اینه، در خدمت یک حکومت تجاوز و اعتراض چیز آزار جنسیه. کی انجام نمیدم چقدر وقت داری، من یه نکته دیگه هم فکر میکنم خوب بگم، اونم توی جریان این بحثا پیش اومد، حالا خلاصه میگمش اگه وقت بود بیشتر صحبت کنیم، اونم اینه که خب ممکنه بعضی آقایون اتهاماتی علیهشون مطرح بشه که واقعی نباشه، مثلا فرض کن، خب حالا اسم نمیخوام ببرم دیگه، وارد اسم نمیشیم، ولی بعضی اومدن گفتن که ما نبودیم و همچین چیزی نبود و از دادگاه میریم و به نظرم جنبه حقوقی و قضایی قضیه هم سر جای خودش. بله یکی ممکنه متهم بشه به آزار جنسی و واقعا نکرده باشه، خیلی خب اینو دادگاه صالحه باید بیاد معلوم بکنه، ولی این نباید سایه بندازه روی کل این حرکت و کل این جنبش. خب اگه من جای آقای هنرپیشه و نمیدونم موسیقی دان و فلانی حرفا بودم، میمدم قبل از هر چیز میگفتم زنده باد زنا، زنده باد که میاد آزار جنسی، تجاوز و سوء استفاده جنسی رو علنا افشا میکنید، زنده باد این جنبش، این جنبش خیلی عالیه. ولی خب بنده حالا این اتهام به مطرح شده نبودم، هر دادگاه صالحی هم باشه میام توش توضیح میدم، هر حکمی هم دادگاه داد قبول میکنم، ولی زنده باد این جنبش. یه عده مردا تو این که از ترس خودشون، از دفاع از خودشون، یادشون رفت که چه حرکت عالی و روبه جلوی داره صورت میگیره. منظورم از این آدم های سلبریتی که الان نخواستم اسم ببرم، ویدوهاشون رو گوش دادم، اینا به نظرم برخورداشون خیلی بد بود از این لحاظ و بعد متوجه باشن که این جنبش رو باید تقویت کرد. مصطفی این فکر کنم
چهار پنج دقیقه مونده پایان برنامهمون، فکر میکنم که خوبه راجب نحوه حالا ادامه این پروسه چجوری باید باشه. ما میگیم سرنگونی، یعنی واقعا هم وقتی بررسی میکنیم جنبش سرنگونی، اعتراضات آبان 98 دیما فضای سیاسی جامعه رو به یه نقطه میبره که یه پیشروی عظیم هست و در دل این پیشروی که انجام داده جامعه بر علیه جمهوری اسلامی، حالا میبینیم که فضایی ایجاد میشه که یه همچین حرکتی رو ما شاهدش هستیم. این یک واقعیت. اما برای پیشبرد این مسئله ما میگیم خب یه فاکتور مهم سرنگونی جمهوری اسلامی هست. این یک مسئله خب غیر قابل کتمانه، نمیشه اینو کتمان کرد، یک واقعیت. بله، در به موازات این مسئله چه نکاتی رو حالا، یعنی میگم سر این صحبت بکنیم، چه نکاتی باید مد نظر باشه برای اینکه این پدیده حذف بشه یا کاهش پیدا بکنه به صورت خیلی برجسته‌ای توی سطح جامعه ایران؟ یعنی بذارید من یه نکته رو تو این رابطه بگم. من یه مقدار تو این سوال مطرح کردی خندیدم، برای اینکه اوضاع ایران اصلا معلوم نیست چه خبره. منظورم این که اینقدر متحول و طوفانیه که ببین، همین نگاه کن، همین چند یک ماه گذشته رو نگاه کن، یک حرکت عظیم علیه اعدام بود که دیدیم چه اون طوفان توییتری که راه افتاد و مقابله با که هنوز هم ادامه داره. همین چند روز پیش عفو بین‌الملل یه گزارش داد سر جنایتایی که جمهوری اسلامی در آبان کرد و شکنجه‌ای که آبانی‌های تو زندان باش روبرو، که خیلی تکاننده بود. خود این دوباره تبدیل شده به یه حرکت وسیع. اینکه این سه تا کشتیگیر رو میخوان به حکم اعدام دادن، خود این تبدیل شده به یک حرکت وسیع. حتی ترامپ اومده گفته این مرد جوون رو نکشید. میخوام بگم و بعد این چیز مسئله تجاوز و آزار جنسی، میخوام بگم خیلی اوضاع ایران متحوله. اینو در ادامه صحبت تو یه جورایی میخوام بگم که چجور اینم در متن کل این وضعیت قرار میگیره. ما چه بخوایم چه نخوایم اینجوری میشه. و باز این تأکیدیه بر این که باید تیز کرد همه حرکات و همه جنبش ها رو به سمت این که جمهوری اسلامی را از سر جامعه به کنار بزنیم. اینو باید اول از همه از جلو را برداشت. خب حالا پس از من جمع‌بندی رو بگم. من گفتم فاکتور خندم رو توضیح بدم. چرا خندم رو برای اینکه دیدم اوضاع ایران ببین چه خبره. اینو خواستم توضیح بدم. خب خیلی پرتحول، پرسرعت، یعنی واقعا هر هفته چندین و چند اتفاقی میفته که زیر رو میکنه کل فضای اصطلاح جامعه رو. و همونطور که اشاره کردم، گفتم یه فاکتور تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی است که این یه فاکتور تعیین کننده است تو دل این پروسه. به موازات اون مصطفی، یعنی یه جور گارانتی داره میکنه، یه جور داره تضمین میکنه، چه در مقابل خود جمهوری اسلامی، چه در مقابل هر دولت دیگه بعد از جمهوری اسلامی حتی بخواد بیاد، این که آموزش و پرورش مذهب هیچ گونه به اصطلاح دخالتی نباید داخلش داشته باشه. آموزش و پرورش موظف هست کودکان رو آموزش بده از نظر جنسی و یک جوری ایمن بکنه در مقابل تعرضات جنسی، در مقابل تجاوز، در مقابل به هر حال پدیده های اینچنینی که اتفاق میفته و کودکان کاملا ایمن باشن در برابر بزرگسالان و در برابر فضایی که داخلش هستن. یعنی میخوام بگم که یه جور سنگ بنای آینده رو هم ما الان میبینیم داره گذاشته میشه با نقد مذهب، با نقد قوانین مذهبی، با نقد به اصطلاح تأثیراتی که فرهنگ مذهبی، قوانین مذهبی، مذهب توی زندگی بشر داره. یعنی تو دل این پروسه، تو بحثایی که توی شبکه‌های اجتماعی میشد، خیلی این موارد مورد بحث قرار میگرفت که چرا آموزش و پرورش باید کاملاً مبرا باشه از هر گونه مذهبی، هیچ گونه، و اجازه بده، یعنی آموزش و پرورش موظف باشه که کودکان رو، نوجوانان رو مسون کنه، به اصطلاح ایمن بکنه. این یک مسئله. نکته بعدی، ایجاد یک فضای
به اصطلاح ایمن سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مخصوصا واسه زنان، واسه رنگین کمانی ها، برای فرصت های شغلی که باید داشته باشن، برای به اصطلاح به هر ترتیب حضورشون در سطح جامعه. خود این هم باز مورد بحث قرار گرفته بود که باید از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر حمایت قانون از به اصطلاح زنان و رنگین کمانی ها به شکلی باشه که اینها با کمترین آسیب بتونن به زیستشون از نظر اجتماعی ادامه بدن، شغلشون رو داشته باشن، درسشون رو بخونن بدون اینکه مورد تعرض یا آزار یا به اصطلاح تجاوز قرار بگیرن. که اینا باز یعنی قوانینی باید وضع بشه که اینها رو تضمین بکنه، چه دستگاه قضایی، چه به اصطلاح قوانین موجود در جامعه، چه رسانه‌های جمعی که مسئولیت به هر ترتیب اون به اصطلاح فرهنگ سازی و جهت دادن افکار عمومی در سطح جامعه رو دارن. اینا نکاتی بوده که مطرح شده برای اینکه حتی اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه، حکومت دیگه‌ای بخواد بیاد، چه قوانینی باید داشته باشه تا ما شاهد یک همچین شرایطی نباشیم. در دقیقا این جنبه فرهنگ سازی ماجراست که بالاخره توی این جنبش و این حرکت به نظرم خیلی چیزا به همه یاد میده، به ما یاد میده، به همه کس یاد میده که چجور یک جامعه بسازیم. حالا جمهوری اسلامی رو قدم اول از سر راه برداریم، ولی بعدش روی به سر آوارای جامعه موجود که جنبه‌هایش که بده و زدیم از بین بردیم، جامعه بسازیم که توش انسان‌ها آزاد و برابر باشن و تحت هیچ ستمی نباشن، تحت هیچ فشاری نباشن. و یکی از بدترین و شرم‌آورترین واقعیت‌های تاریخ بشر همین ستم جنسی، بردگی جنسی و فرودستی زنا بوده که تاریخا شکل گرفته و سرمایه‌داری الان داره ادامه میده. جمهوری اسلامی کل حکومتش رو بر اساس این قرار داده و این حرکتی که راه افتاد و اعتراض علیه تجاوز جنسی و آزار جنسی، حرکت بسیار رو به جلوی زنده باد زنا، باید وسیع‌تر و گسترده‌تر از این هم ادامه بدن و باید از این حرکت با تمام قوا حمایت کرد و شرایط فراهم کرد که هیچ کس نتونه آزار جنسی و تجاوز جنسی انجام بده بدون اینکه مورد مؤاخذه قرار بگیره، بدون اینکه محاکمه بشه، بدون اینکه جامعه بهش عکس العمل نشون بده و قوانین علیهش باشه. این جهتی که جامعه ایران داره پیش میره و زنده باد زنا که به خصوص اومدن و این حرکت رو دارن جلو میبرن. خب بینندگان عزیز، نظر شما در رابطه با موضوعی که ما صحبت کردیم چی هست؟ از طریق آدرس های تماسی که در پایین صفحه میبینید با ما نظرتون رو در میون بگذارید. تا برنامه بعدی، شبها و روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنم.